پس اگر نمی‌دانید از آگاهان بپرسید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما عزیزان. مهمان شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این برنامه امروز از محضر جناب دکتر احسان الله مبارز بهرمند هستیم. خدمت این بزرگوار نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم و بفرمایید جناب شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان عزیز سلام عرض می دارم و از الله تبارک و تعالی دعاگو هستم که تا به پایان برنامه لحظات خوبی را برای ما عنایت فرمایید. آمین ان شاء الله. من هم خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید داریم. قبل از شروع بنده از بینندگان عزیز درخواست میکنم کسانی که تماس میگیرن یا اس ام اس میفرستن که لطف کنن و سوال هایی که در ذهنشون هست را به صورت یعنی چیزی که در ذهنشون هست را به صورت سوالی در بیارن و بعد بفرستن تا یکی اینکه خیلی خلاصه باشه به خصوص تماس ها که بینندگان دیگه هم بتونن از این فرصت استفاده بکنن و سوال های خودشون را مطرح بکنن. یعنی سوال را اول در ذهن خودتون آماده بکنین و بعد تماس بگیرین تا هم بتونین راحت‌تر سوال رو مطرح بکنین برای ما و ما بفهمیم که سوال کاملا چیه و همین که وقت برای جواب دادن و برای اینکه دیگر بینندگان نیز تماس بگیرن وجود داشته باشه. جناب دکتر، اولین سوال بیننده در مورد بعضی از گناه‌ها است که سوال کردن که آیا خود ارضایی گناه است یا نه؟ الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع سوالی که داشتن و برادری که سوال کردن شاید بارها و بارها در شبکه جواب داده شده باشد و ولی می شود که فرد دیگری بوده باشد و بیننده جدیده باشد. بله برنامه های دیگه بینندگان زیادی این سوالو براش مطرح میشه و برای اینکه بالاخره حکمشو بدونن سوال میکنن بدون در نظر گرفتن اینکه آیا قبلا این سوال از تلویزیون پخش شده یا نه. این حکم خود ارضایی معروف هست و همگی به آگاه هستن که در اصل خود یکی از صورت‌های هم از لحاظ صحیح و هم از لحاظ شرعی غیر قابل توصیه هست که نباید جوانان به این رو بیارن و از استخدام بکنن نکای فعل و عادت قبیح و مذموم را، چون هم از لحاظ صحی به اونها ضرر دارد و هم از لحاظ شرعی یکی از جمله مواردی نادرست هست که به اول استدلال که برای ازی از قرآن کریم استدلال می شود آیات است که والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. از آیات استدلال میکنن اکثر علما به این که یعنی مسلمان ها در صفات مسلمان ها و متقین الله تبارک و تعالی بیان کرده که از جمله کسانی هستند که شرمگاه خود را حفاظت میکنن مگر از همسران خود و کنیزان خود. پس در که با این دو نوع درست خود این نوع تجاوز از حدیه که خداوند مشخص کرد. بله و در غیر اون باید حفظ شود، چون آب و چیزی که انرژی که اینجا نهفته هست برای چیزی دیگره بله. الله تبارک و تعالی او را مقرر کرده نه به اینکه زایه ساخته شود و هم در آینده امراض و
آفتهای متعددی را برای صحت خود این شخص به بار ببرد. بله، جزاکم الله خیر شیخ بابت این تفسیری که در مورد این سوال کردین. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که آیا گناه ندارد وقتی آیات قرائت می شود، قرآن تلاوت می شود، به صورت بالش زیر سر و یا درازکش خوابیده باشیم و گوش کنیم؟ نه، در اصل اشکالی ندارد، اما ادب این است که مؤدبانه نشسته باید قرآن کریم را گوش کنیم، ورنه در عام حالات در هر حالتی می توانیم که ما با قرآن کریم گوش بده هم، قسمی که الله تبارک و تعالی درباره ذکر قرآن کریم، ذکر الله تبارک و تعالی فرمودن که الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. مسلمان ها کسانی هستند که الله تبارک و تعالی را ایستاده نشسته و بر پهلو خوابیده ذکر میگن. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از جمله آیاتی که در هنگام بخواب رفتنشان میخواندن قسمی سوره بقره و آیت الکرسی و همچنان ده آیت آخر سوره آل عمران، در ده آیت از آخر سوره آل عمران که هنگام بیدار شدنشان میخواندن و تمامی در یعنی وضعیت غیر عادی نشست بود که یعنی اشکال در حتی در خواندن از او وجود نداره که بدون مصحف بوده باشد و یا یعنی مصحف و قرآن کریم شکل محترمانه گرفته شود، در اصل موضوع مشکلی نداره. اما ادب ای هست که هر چی بیشتر و بهتر مؤدبانه باید نشست و قرآن کریم خواند و قرآن کریم شنید، ورنه در عام حالات و در حالات ضرورت جواز دارد که نشسته یا خوابیده انسان قرآن کریم بخواند و گوش دهد. بله، جزاکم الله خیر. همونطور که شما فرمودین بالاخره هیچ اشکالی ندارد که حتی انسان خب وقت خواب خود به خود دعایی باید بخونه بعد بخوابه، یعنی کلا اجازه داره، ولی ادب این رو میرسونه که انسان به یک صورت هیئت خاصی و بخصوص وقتی که قرآن رو میخواد خودش تلاوت بکنه بشینه و قرآن رو گوش بکنه یا قرآن بخونه. بیننده بعدی پرسیدن که آیا با مالی که از راه حرام به دست آمده میتوان به حج رفت؟ یک کار حرامی برای یک کار حلال و واجبی؟ بله، موضوع سوال مشخص و معلوم هست که با مال حرام می شود که عبادت الله تبارک و تعالی را انجام داد به حج رفت؟ و در اصل الله تبارک و تعالی ان الله طیب لا یقبل الا طیب، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الله تبارک و تعالی پاک هست، جز پاک چیزی دیگری را قبول نمی کند. و مثلا صدقه از مال حرام یا که عبادت و طاعات از مال حرام چیزی هست که اصل عبادت یعنی موردی رضای الله تبارک و تعالی نیست، چون مسیر باید که مسیر عبادت، مسیر حج، تمامی از اینها با طاعت الله تبارک و تعالی انجام شود نه با معصیت الهی. بله، وقتی که میخواهد یک عبادت و رکن اسلام انجام بدهد باید مال حرامی که هست به جای استفاده از او در ای عبادت او را با صاحبان اصلی از او برگردانه، یا اینکه موردی اگر نداشته باشد به فقرا و مساکین بدهد، تا که نه اینکه اقلشه مسئولیت او در برابر کاری که انجام داده تخفیف پیدا میکنه و جرمی او کاهش پیدا میکنه و میشه الله تبارک و تعالی در بدل او را بیامرزد. اما اینکه یعنی کسی با ارتکاب جریمه پول جمع آوری کند باز مسجد بسازد یا عبادت دیگری را انجام بدهد، آن موردی یعنی در اصل موردی پسند الله تبارک و تعالی نیست. اگرچه بعضی ها گفتن که اصل فرض از او ادا می شود، اما راجحتر و قویتر است که الله تبارک و تعالی ان الله طیب لا یقبل الا
طیبه. الله تبارک و تعالی پاک است، جز پاک خرچی دیگری را در راه خود نمیپذیره. یعنی شاید میشه اینطور به گفت که کاری که انجام داد حرامه، گناهش باقی مونده، اما ثواب یک کاری که خوبی که انجام داده هم براش نوشته میشه. مثل قضیه مثلا که به حج، مسئله قبول بودن حج او محل اختلاف هست که آیا حج او ادا میشود یا نه. و راجح تر به حساب احتیاط در مسئله و دلالت نصوصی که در این موضوع یعنی محذر هست و توبیخگر هست، باید با مال حرام نباید کس حج انجام بده. جزاکم الله خیر شیخ. آقا سید مهدی پرسیدن که اول بگین قرآن را چه کسی جمع‌آوری کرده و زمانش کی بوده؟ قرآن کریم در اصل در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مجموعاً جمع بود، نوشته بود و در شماره از صحابه کرام که چهار تن از انصار بود، عبدالله بن مسعود و دیگران بود، مجموعه قرآن کریم را حفظ داشتن. افراد مشخص بودند در زمان رسول الله. مجموعه قرآن کریم را حفظ داشتن و مجموعه آیات قرآن کریم از وقتی که نازل میشید از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توسط کاتبان وحی که معاویه رضی الله تعالی عنه یکی از آنها بود، زید بن ثابت رضی الله عنه یکی از آنها بود، علی رضی الله تعالی عنه یکی از آنها بود، ابوبکر صدیق هم یکی از آنها، عثمان و اینها هم یکی از آنها بود و عثمان رضی الله عنه هم یکی از حافظین کل قرآن کریم بود در او زمان. یعنی تمامی از توسط اینها با املای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته شده بود. حتی در موارد مثلا آیت نازل میشد و بخشی از او نزول او به تأخیر میافتاد. بعد از اینکه او قسمتی او نازل میشد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، همون کاتب وحی را طلب میکرد تا اینکه این جزی آیت را اضافه کرد، قسمی که در آیت لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج در باره جهاد آمده. یعنی در اول جزی آیت نازل نشد بود، وقتی که عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه آمده مستعرض شد که وقتی که جریمه حق در مورد کسانی که از جهاد عقب می نشینند بازنشستگی دارند، در باره جرمی از اونها آمده، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ای آیت بوده آیت قبلی ما اشتباه گرفتم، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله. اینجا آمد گفت که ما حضور یافته نمیتوانیم چون نابینا هستم، نمیتونم که حاضر شم. و دیگر الله تبارک و تعالی برای تکریم این جزی آیت را به تأخیر گذاشته بود، نازل کردی جزی آیت را که لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، این کلمه در بعد نازل شد و از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کاتب وحی طلب شد و اضافه کردن در جایش جای مشخص. بله، با هرگاه آیتی از قرآن، یک آیتی از سوره نازل میشد، کاتب وحی که نوشته بود او را طلب میکرد و میگفت ایره در فلان آیت، بعد در فلان سوره، بعد از فلان آیت و قبل از فلان آیت قرار بده بنویس. پس این همه چیز در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نوشته شده بود، اما تمام این یک جا تا یک دفتر منظم به صورت یک مصحف کامل یعنی گذاشته نشده بود. بله. که در زمان یعنی چیزی که این کاتب وحی نوشته بود پیش او بود، چیزی که کاتب وحی دیگر نوشته بود پیش او بود، چیزی که کسی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم املا گرفته نوشته بود نزد او بود. و بالاخره در زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در جریان جنگ های ردت، شمار زیادی از صحابه کرام که بیشتر از 70 تن از حافظان قرآن کریم بودند که حافظ کل قرآن کریم، در جنگ های یمامه در برابر مسیلمة الکذاب به شهادت رسیدند. اینجا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیشنهاد جمع آوری مجموعی از نسخه های نوشته شده قرآن کریم را به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کرد و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در نتیجه اصرار عمر فاروق رضی الله عنه
زید ابن ثابت به این قضیه مقتنع شد در سال اول هجری و در سال اول خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، اولین سال هجری بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونجا زید ابن ثابت رضی الله عنه که یکی از جوان 20 چند ساله بود، یکی از کاتبان وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم و از استعداد بسیار عالی برخوردار بود که در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت کردن به مدینه منوره و اونها را هدایت دادن که باید زبان بنی اسرائیل، زبان عبرانی را یاد بگیرد، تا اینکه نامه هایی که می آید، چیزهایی که ضرورت می شود در تعامل با اونها، شخصی مأمون از خود داشته باشد. در مدت 10 روز این زبانه آموخت و یاد گرفت، یعنی اینقدر استعدادی حدی داشت که کمتر از 1 ماه، یعنی در مدت کوتاه آموخت. بعد از او این مسئولیت بدوش گرفت و از تمام جاهایی که نوشته شده بود نزد هر آن کسی که بود با اظهار با ایراد 2 شاهی که در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم و با املای رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته شده، قرآن کریم را جمع آوری کرد تا به اینکه 2 آیتی از اواخر سوره توبه و 1 آیت هم از 2 آیت از سوره احزاب، یعنی با چنین شکل یافت نشد. تنها یکی از صحابه کرام خزیمه ابن ثابت رضی الله تعالی عنه که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم او را ذو شهادتین، یعنی گواهی او را برابر گواهی 2 نفر قرار داده بود، نوشته اینها را گرفته حاضر ساخت. اینجا بنابر یک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را ذو شهادتین، گواهی اون را برابر گواهی 2 شخص قرار داده بود، بنابر قوت ایمان و صلابت، یعنی ایمانی که از او در حادثه لمس کرده بود، حس کرده بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پس از این پذیرفته شد. یعنی موضوعی بود که باید هر آنچی نوشته می بود، با آنکه این 2 آیت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه این 2 آیت را حفظ داشت، دیگران هم حفظ داشتن، ولی نوشته از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم برایش می خواستن و این نوشته تنها نزد خزیمه بن ثابت رضی الله تعالی عنه یافت شد. این جمع آوری اول قرآن کریم بود در زمان ابوبکر صدیق، هر سوره علیحدہ علیحدہ جدا جدا گذاشته شد. بعد از او در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه، بعد از گذشت 6 سال از خلافت عثمان ابن عفان رضی الله عنه، فتوحات اسلامی هم زیاد شد، خیلی از کشورها مناطق زیاد شد با یعنی اشکالات میانی گروه های و دسته های مجاهدین که از شهرهای مختلف و از کشورهای، فعلا بگیریم کشورهای مختلف اون زمان، مناطق مختلف سرازیر می شدن در سرزمین آذربایجان و اون منطقه. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه احساس کرد که با هم در نحوه تلاوت اشکالی دارن و اختلافی دارن، آمده پیشنهاد کرد حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم که باید مجموع اینها با یک قرائت جمع آوری شون و این مصحف در نسخه برداری شده در اختیار همگان قرار داده شود. که در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه باز هم بار دیگر این مسئولیت به زید ابن ثابت رضی الله عنه سپرده شد و سوره های قرآن کریم ترتیبی که فعلا وجود داره، این ترتیب با اونها در این زمان داده شد، یعنی مرتب در این زمان مرتب گذاشته شد و در یک مصحف، به صورت یک مصحف، یعنی صرف مصحف در آمد فرمه در زمان جمع زمان ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هر سوره جداگانه در جدا بود. یعنی تقریبا میشه گفت که خود عثمان رضی الله عنه کاری که ابوبکر شروع کرده بود رو کامل کرد، به صورت یک مصحف کامل در آورد. بله، اینها و ترتیب فعلی آیات قرآن کریم هم مصحف شد، به امو اساس گذاشته شد و در اینجا در سوره توبه که بسم الله الرحمن الرحیم در اولش، بله، در اول اون وجود نداره به عثمان ابن عفان رضی الله عنه پرسیده شد درباره از این
یعنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقلی در بسم الله راجع به این ما نیافتیم. بله. لذا در این اختلاف آیه جزی آیه سوره انفال است یک سوره جدا است. جدا هست و بدون بسم الله الرحمن الرحیم آمده. لذا در اول بسم الله الرحمن الرحیم گذاشته نشد چون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقلی راجع به او نیافتن. بناهن این جمع دومی جمع مرتب قرآن کریم در زمان عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه بود و تا به حال محفوظ است. بله. جزاکم الله خیر شیخ بابت این توضیح مفصلی که انشاءالله بینندگان عزیز نیز کاملا مطلب رو فهمیده باشن که به چه صورت بود قرآن، چون خیلی از چیزایی که شما گفتین شرح خیلی مفصلی بود که من واقعا بهره بردم و داستان این که اول به صورت جدا جدا بود و بعد به صورت یک مصحف کاملا به این نتیجه رسیدم که چیزی بود که واقعا لازم و ضروری بود در عصری که صحابه در اون دوران زندگی میکردن، بخصوص بعد از اینکه خیلی از صحابه ها به شهادت میرسیدن، حافظان قرآن بودن و بعد از اینکه مناطق زیادی هم فتح میشد و احتیاج به این بود که قرآن در دسترس مردم قرار بگیره. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاهی میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق، شما بینندگان عزیز می توانید دلگفته هایتان، پیشنهادات و انتقادات، پرسش های شرعی و اخبار اهل سنت را به راحتی و در تمامی ساعات شبانه روز با ما در میان بگذارید. شماره های تماس با ما 2044-33-20-10-12-62 2044-14-20-28-10-79. با سلام و با تشکر از تماس شما بیننده گرامی با سامانه پیامگیر شبکه جهانی وصال حق، لطفاً برای طرح انتقادات و پیشنهادها کلید شماره 1، طرح پرسش های شرعی کلید شماره 2، برای بیان دلگفته هایتان کلید شماره 3، جهت ارسال اخبار اهل سنت کلید شماره 4 و برای ارائه مطالب دیگر کلید شماره 5 را انتخاب نمایید. تلفن گویای شبکه جهانی وصال حق، منتظر صدای گرمتان هستیم. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان. جناب دکتر، سال بعدی بیننده در مورد این است که پدری به رحمت خدا رفته، آیا زکات فرزند به مادرشان داده شود اشکال دارد؟ بله. جواب کاملا بله اشکال دارد. بله اشکال دارد، چون نفقه مادر بالای فرزندان لازمی هست در صورتی که پدرشان وفات کرده باشد. بله. هر ورثه، یعنی اقارب زن و یا اقارب خردسینی که از بدون سرپرست باقی میمونند بالای ورثه لازم هست که نفقه از اونها و مخصوصا فرزند بوده باشد، حتی پدر هم که بوده باشد و امکان کار و زحمت برای اونها برای اون نبوده باشد که خودش عایدی نداشته باشد، برای فرزندان لازم هست که خرچ و مصرف اونها را والدین هر دوش ادا کنند و همچنان اطفال خردسینی که از اونها باقی مانده می بوده باشد. و در این صورت که نفقه اونها شرعن و طور واجبی و فرضی بالای اونها لازم است، درست نیست که به او زکات خدا بدن، بلکه باید حتما بالای از اون خرج بکنن و جزی مسئولیتشان هست. زکات فراتر از او به اقارب دیگری که خرچ اونها بالای از این نیست، نفقه از اونها بالای از این لازم نیست، با اونها داده میشد، نه با ورثه، با اقاربی که خرچ و نفقه اونها بالای شخص لازم بوده باشد. بله، یعنی پدر، مادر و حتی فرزندان نفقه شون بر عهده برادران و خواهرانی خردسین یا یکی خواهرانی که یعنی امکانیت درآمد دیگری نداشته باشند، یعنی از لحاظ
در خانه با اینها و تحت زیر نفقه اینها بوده باشند. بله. اما اگر شوهر داشته باشد و در نفقه اونها بالای از او بوده باشد، در او صورت میتونن که با او زکات خود بده. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی پرسیدن که پدرم شیر خام جمع میکنه، مرکز جمع آوری میگه تا 3% آب باشه مشکلی نداره و پدرم آب میریزه داخل شیر خام، آیا این کار حرام است یا نه؟ اگر مستفیدین مطلع بوده باشن و با آب غیر خالص و شیر غیر خالص و آبدار با اونها فروخته میشود و با امو اساس اونها پول داده و میخرن، اینجا میشه که اشکال نداشته باشد. اما در غیر او این حق شرکت یا اداره نیست که چیزی برای مردم به تصویر و شکل تصویری به اونها عرض بکنه و از اونها پنهان بداره که چند فیصد بین گویا تعامل غش و خیانت بین خودش و بین کسانی که مواد خام و مواد اولی به او جمع میکنن داشته باشد، چون از او باشد یا از کسی دیگری غش است برای مستفید. ولی اگر برای مستفیدین عرضه می شود به اساس اینکه چند فیصد آب دارد، بله، می شود اینجا مشکلی نداشته باشد. بله، یعنی اینجا که سوال معلومه که شاید طرف کاملا شیر از حیوان می گیره و بعد می فروشه، ولی چون که میگن اجازه داری تا این اندازه از آب استفاده بکنی، آب را قاطع میکنه. یعنی شاید هم مردم از این جریان با خبر باشه، الله اعلم دیگه. نه، مستفیدین از این جریان با خبر، ولی اگر یعنی قضیه غش و گول زدن توش باشه، این کار حرامه. بله، طور کلی در غش هست. بله، غش نظامی و رسمی از طرف دولت، رسمی از طرف حکومت. بله، سبحان الله. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده از اهواز، آسیا از اهواز، یعنی شاید سوالی به صورت حیران، یعنی حیران شده از بعضی قضایا، این سوال براش پیش اومده که آیا این آخوندها که اینقدر دروغ و خرافات را به مردم، به خورد مردم میدن، این کارها را از روی جهل و نادانی میگن یا واقعا میخوان مردم را از حق منحرف کنن؟ کم سوادهایشان از روی جهل و نادانی میگن و با دنبال روی اینو آن. بله. و در عدم، با عدم استفاده از عقلانیت ظاهری خود، چون خود کاملا با اونها تسلیم کردن که هر آنچی میگوید واقعا حرفشون درست، حرفی درست است و هیچی مورد قابل اعتراض، حق اعتراض به او نیست. قسمی که یعنی معروف هست از مراجع تقلید و دیگرهایی که اتباع زیر دست خوده به این آماده می سازن و همچنان حتی در طریقه های تصوفی خرافی هم عین چیز هست که پیر هر آنچی میگوید مرید چون مرده نزدی اوست. این چیزی هست که یعنی به اساس عقل کاهی و عقل ربایی اونها تربیت شدن و این ذهنیت روانی برشان داده شده. بله. پس اونها فکر نمیکنن که چی هست میگوین و چی ارزش گفتارشان و چی واقعیت دارد یا ندارد. بله. بناً از روی جهل هر آنچی آمد شنیده شد میگوین. بله. اینها طبقه جاهلش هست، اما اکثر مراجع عظما و آیت الله های دستی دو و دستی سه آنها با بسیاری از حجت الاسلام ها و دیگرهایی که هستن، اینها به اساس دیدی دسیسه‌ای بر تعالیم اسلامی و به اساس اهداف گمراه سازی پیش می روند، چون یعنی بسیاری از چیزها از آفتاب روشن‌تر هست، اما اونها با او اقدام میکنن و در اکثر بیانات گفته هایشان و صحبت هایشان یعنی قصدن تصویرهای فردی دارن، نه اینکه تصویرهای شنیده، تصویرهای قصدی دارن. خودشان میدانه که داره دروغ میگه. بله. مثلا حدیث میخواه استدلال کنه یا آیت، قسمتی از یک آیت میگیرد، باقیش از مردم پنهان نگه میکنه، قسمتی دیگری را از دیگر جا میگیرد، قسمتی آیت حدیث را از یک جمع، از یک بخش حدیث میگیرد، از یک حدیث. بله. بخش دیگری را از حدیث از مجموعی از یک دروغ میخواه بگیری مردم میده. بله. این
تزویر است که مثلا امثال آیت الله ها و مراجع تقلیدی مورد تأیید آنها قصدن و عمدن انجام میدهند و الله تبارک و تعالی اینها را هدایت بدهد و آنهایش که بدون هدایت از دنیا میرود و جزای اعمالشان برسد. انشاءالله خدا انشاءالله همه کسانی که باعث گمراهی مردم میشن را برای راست هدایت بکنه. و من هم از مردم بخصوص از شیعیان عزیز خواهش میکنم که وقتی که آخوندها احادیث و یا روایت هایی را ذکر میکنن در صحبتاشون، خب ازشون بخوان که آیا میتونن از خود مذهبشون حتی مذهب شیعه این روایت و سندی برای این روایت بیارن که واقعا این حدیث وجود داره در کتاب ها در روایت خودشون. چون خیلی از چیزایی که میگن انگار که مثل رمان و داستانی هست که اصلا حتی در کتاب خودشون هم وجود نداره و خودشون هم نمیتونن براش یک سند و یا یک مدرکی درست بکنن در کتاب هاشون. سوال بعدی بیننده در مورد، یعنی دو تا سوال کرده بیننده بعدی، یکی در مورد تجارتی که گفتن آیا شریک شدن در کار با یک کسی که نماز نمیخواند درسته؟ این باعثی از بین رفتن برکت است و در صورتی که خودم مسلمان میدانه باید نماز بخونه و او رو توصیه بکنه و جزی از تعامل قاطعانه با اوست که باید با او تعامله نداشته باشد. بله، یعنی نزدیک به این کار نشه بهتره. بله، اما در مجموع در تعامل تجارتی میسانه انسان با شخص غیر مسلمان هم داشته باشد. بله. سوال بعدیشون در مورد این است که آیا دعا سبب افزایش روزی انسان می شود؟ بله، دعا یکی از موارد است که الله تبارک و تعالی با او روزی انسان و عمر انسان و برکت عمر انسان و چیزها را زیاد میکند و انسان و با انسان توفیق میسر میکند و در جاهای از قرآن کریم توصیه شده به اینکه یعنی در هر مورد باید دعا کرد و از الله تبارک تعالی طلب خیر و طلب رزق و چیزهایی را. و در دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به طور بیشمار یافت شده، حتی در دعایی که در سجده میکردن اللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واهدنی وعافنی وارزقنی، یعنی دعای روزی در دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در موارد متعدد آمده. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی بیننده که محمد از تربت جام این سوال کردن میگه که من همیشه جمعه ها بعد از ظهر سر قبر پدرم میرم، چند سال این کار رو میکنم، میخوام ببینم این کار من درسته یا نه و چه کارهایی برای پدر مرحومم انجام بدم که ثواب داشته باشه. این رفتن با برای دعا بر والدین بالای قبرشان، بله، و همچنان اقارب دیگری که فوت میشوند اشکالی ندارد. دست رفته برای از آنها بلکه وضعیتی از آنها را به یاد میارد و قیامت هم به یاد انسان میارد و انسان متوجه میسازد که آینده هم آینده او هم به امی راه رفتنی هست و باید برای امی برای این موقف و برای این خانه آمادگی کلی خوده داشته باشد. و دعا یکی از عمدترین چیزهایی است که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که انسان میمرد و از او سه چیز، همه چیز از او برمیگردد و سه چیز به او پیوسته فایده میرساند. یکی علمی که به سود مردم داده و به مردم تعلیم داده، بله، یا کار خیری که انجام داده و صدقه جاریه هست و پیوسته تا وقتی که او باقی هست ثواب او به او میرسد، بله، یا اولد صالح یدعو له، یا فرزند نیکی که برای او دعا کند، بله، یعنی خیر ای همیش به بالای قبر بوده باشد یا در نماز یا که در بعد از نماز و در عام حالات زندگی خود در جریانی رفتن در همه حالات برای از اونها دعا کند و دعای از او اثرش به او میرسد. همچنان صدقه بکنه، الله تبارک و تعالی به ثوابی رو بعد والدین من برسان. و همچنان اگر حج بالای اونها فرض شده باشد و موفق به حج کردن در وقتی او با تصمیم داشتن که ادا بکنن اما میسر وقت برایشان میسر نشد یا که یعنی امسال و سال دیگر
اونها را به تأخیر انداخت تا اینکه مرگ به سراغ اونها آمد. این فریضه را هم از جانب اونها باید ادا کنن ورثه ایشان، بخصوص فرزندان، همچنان روزه قرض بالای اونها مانده باشد. بله. تمامی از اینها باید ادا کنن و او برایشون ثوابش میرسد. اما اینکه خود او هیچ تصمیمی ادای را نداشته باشد، بله، مسئله جیدگانه است که در او صورت باز هر نوع ادای از او اداگر و قضا شونده نیست. جزاکم الله خیر و امیدواریم که آقا محمد واقعا یک فرزند صالحی باشه که از پدر مادرش به جا مونده باشه و سبب خیری حتی بعد از مرگ پدر مادرش برای پدرش باشه. بله، که مشروعاتی مثلا کاری خیری انجام میدهد با نام پدرش مسجد میسازه یا که در ساختار مسجد سهم میشه یا که در سرک و تمام جاده ها و خیری که میتونه انجام بله هر کاری خیری که میتونه انجام بده و برای دعا بکنه الله تبارک تعالی رب ثوابی را به والدین ما برسانم ان شاء الله خودش هم از اجر محروم نخواهد. جزاکم الله خیر. جناب دکتر، بیننده بعدی پرسیدن که من خودم اهل سنت هستم، میخوام یک زن شیعه بگیرم، آیا نکاح همون جایز هست یا نه؟ در اصل مورد نکاح مسئله جداگانه است، اما برای در نظر داشتی یک وضعیت بعدی فرزندان و اینکه اونها چگونه تربیه میشوند و موفقیت در تربیه اونها مسئله ایست که باید دقیق داری اندیشید و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم همیشه صاحب دین و زنی به همسر گرفتن زنی دیندار توصیه کردن که مردم در عرف عامه انسانی و بشری انسان زن یا با اساسی سرمایه‌اش یا با اساسی نسل و نسبش یا با اساسی شهرت عامه‌ای که دارد یا با اساسی زیبایی که دارد به اساس گرفته میشد زیبایی و سرمایه. اما باید فضفر به ذات دین تربت یه دار تو بنده مسلمان باید صاحب دین و دیندار را انتخاب بکنی، الله تبارک و تعالی زندگی تو را موفق و کامران بسازد. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم دعا کردن و مسئله یقینی هست که شخصی که مورد نظر استاد هست صاحبی دین درست نیست، اشکالات دارد، اما میتونه که پیشتر از او تلاش بکنن تا که باعث هدایت اونها شود و با هم زندگی هدایتمند و موفقانه پیش ببرن. بله، یعنی الان انتخابشون به خاطر دین و از چیزایی که پیامبر گفته اینه به خاطر دین انتخابشون نیست دیگه، شاید به خاطر چیزای دیگه باشه. جزاکم الله خیر شیخ. سوال بعدی در مورد تجارت است، باز چون امروز ظاهرا خیلی سال دوره تجارت کردن. بیننده پرسیدن که آقا محمد از ایران که آیا کار کردن با فارکس یا تجارت از طریق بورس اینترنتی مشکل شرعی دارد یا نه؟ در صورتی که تبادله جنس، یعنی پرداخت از طریق سهام اینترنتی بوده باشد بورس و جنس موجود بوده باشد و به جانب دیگر تسلیم داده شود، بله، یعنی این دو قید داره، جنس در عالم واقع بوده باشد، بله، مال و به جانب دیگر تسلیم داده شود که از ذمه ای بیرون شود و با او و در ملکیت او و تحویل او قرار بگیرد. در این صورت اشکال شرعی ندارد. اما ای که کاملا در عالم خیال بوده باشد، تجارتی در عالم خیال نه جنس است و نه مالی هست، پشتی سر هم خالی هست، تنها تجارت ارقام هست و هر کس که در تجارت ارقام قمارگونه برنده شد پول او میگیره و دیگره، چون شاید فارکس هم بیشتر معاملش هم با پول است، یعنی صرفه دلار و بقیه پولا پوند و یورو، یعنی خرید فروش اینترنتی پول بیشتر رخ میده، یعنی تجارتی که شما گفتین درش رخ میده ولی بیشتر سر این قضایی است. نه، در این هر دویش هست، بله، اموال هم هست، یعنی اجناس هم هست و پول هم هست و در پول هم عین چیز
داد و گرفت مباشر و باید وجود داشته باشه، باید وجود داشته باشه و پول در ارقام نباشه، پول در واقع بله. از پیش صادر شده و در حساب بانکی دیگری وارد شد قرار بگیرد، بعد از او یعنی عینی تعامل بوده باشد بله. تنها ارقام خیالی چیز در اصل یا تجارت بله. نباشد، یعنی بله. گاهی این چیزهایی که صورت میگیرد به نوعی از ربا یا که قمار شبیه تر است از اینکه به تجارت بوده باشد، وقتی که باجید شرایطی تجارت بود اشکاله در اصل موضوعش ندارد بله. مگر اینکه آلودگی های دیگری در وسط داشته باشد، چیز حرام در تجارت باشد یا اینکه فاقد شرایط اصلی تجارت بوده باشد. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی در مورد گرفتن وام ازدواج پرسیدن که گرفتن وام ازدواج در صورتی که لازم داشته باشید چه حکمی دارد؟ وام ازدواج در صورتی که یعنی مشروط به سود بوده باشد نادرست است بله. یعنی سود در او حتمی بوده باشد باید از او اجتناب کرد، چون الله تبارک و تعالی در سوره بقره با الفاظ صریح جنگ با سودخوران را و معاملگران با سود را اعلان کرده بله. اما یکی خالی از تعامل سودی بوده باشد هیچ اشکالی ندارد و الله تبارک و تعالی برایش برکت برایش ارزانی کند و الله تبارک و تعالی به عهده گرفته که فسوف یغنیهم الله من فضله، آنها که چیز کمبودی دارن و ازدواج میکنن الله تبارک و تعالی غنی سازی و ثروت به فراهم سازی ثروت برای از اونها به عهده گرفته است که فسوف یغنیهم الله من فضله، الله تبارک و تعالی از فضل خود با فضل و کرم خود اونها را حتما در مدت زمانی نزدیک، چون سوف هم یک کلمه تقریب هست یعنی در مدت زمانی نه بسیار دوره، آنها را الله تبارک غنیمند می‌سازد بله. یعنی هیچ وقت این قضیه باعث نمیشه که انسان رو به فقر یا نداری به خاطر ازدواج باعث نشه که انسان به هر کاری دست بزنه دیگه. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که آیا من میتوانم نمازم رو در مسجد اهل تشیع بخوانم؟ کامل سوال من قدر است بله. در مجموع اگر در مسجد قبر مورد عبادت و پرستش نبوده باشد، یعنی به عبارت دیگر امام بارگاه و شبیه آن نبوده باشد و پشتی سر انسان مشرک ادا نشود اشکال ندارد، در هر قسمتی از زمین انسان ادا میکند، اما در صورتی که این دو چیز بوده باشد مربوط هر گروهی که بود یعنی در او میتونه نماز بخونه اشکال نه، در صورتی که در او اصل و اساس در او قبر مورد عبادت بله مورد عبادت هست، یعنی از او حاجت خواهی میشود، نزد او دعا میشود، به او نظر و نیاز تقدیم میشود، تمام از اینها انواعی از عبادت هستند که همه شرک هست و هیچ یکی از اونها به غیر الله تبارک و تعالی ادایش درست نیست، جایی که مرکز شرک بوده باشد در او بله. ادای عبادت درست نیست. بس. اما ای که عاری از او بود اشکالی نداره، مسجد عام بود و پشتی سری مشرک ادا نشد بله. اینجا اشکاله بله. ندارد، بلکه همه اجزای زمین برای مسلمان و جعلت للارض مسجد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگه از خصوصیت های امت است که مسجد خاص برای از اونها شرط قید و شرط نیست، بلکه در تمام قسمت های کره زمین به شرطی که مکان پاک و نظیف بوده باشد میتونن که نماز بخوانن بله. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی که برادر شیعه هستن گفتن آموین از ایران گفتن که آیا تغییر دین از مسلمان بودن به مسیحی گناه دارد؟ و بیننده بعدی نیز راجع به این قضیه گفتن که ما شیعه هستیم اما خودمون هیچ حق انتخابی نداشتیم، فقط به ما میگفتن که خروج از دین یعنی مرتد شدن،
و دو تا سال شاید به هم ربط داشته باشه. یعنی تغییر ایشون دیگه ظاهرا میخوان کلا به خاطر چیزای بدی که شاید مذهبشون دیدن کل دین را ترک بکنن. بیننده عزیز، به جای یکی از یک دایره شرکی به دایره شرکی بالاتر یک انتقال بکنن، بله، یعنی برای اونها لازم هست که اولا دین اسلام، مطالعه درستی از دین اسلام و قرآن کریم و تعلیمات توحیدی از او برای خود پیدا کنن و تلاش کنن که اسلام درست بفهمن و توحید و سنت که اساسات دین مبین اسلام هست با اونها اطلاع کافی پیدا کنن. بعد از او، یعنی بعد از او کاملا نفسن و قلبن اطمینان پیدا خواهند کرد که جز اسلام دینی دیگر قابل پذیرش نیست. ورنه مسیحیت هم مرکب از شرکیات و خرافات بیشماری هست که کمتر از خرافات تشیع دوازده امامی نیست، با بعضی کفریات اضافه تر دیگری که در مذهب تشیع شاید نبوده باشد و چیزهایی در مذهب هست که در او نیست. پس بجای رو آوردن به کفر، باید به اسلام درست رو آورد و مطالعه درستی از توحید الله تبارک تعالی و از دین الله تبارک تعالی و از خود قرآن کریم بدور از الهامات این و آن قبر پرستان و امام پرستان و ولی پرستان دیگری برای خود پیدا کنند و قرآن کریم با ترجمه عادی و در دسترس هست که میتونه که از او بهترین تعلیمات اصلی قرآن کریم را و تفاسیر علمای اسلام موجود و در دسترس هست و در سایت عقیده چند در سایت کتابخانه عقیده میتونن که با کتابهای مختلف در از تفسیر قرآن کریم و از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و از شبهات و رد نقد شبهات و رد اشکالاتی که دشمنان اسلام بر دین مبین اسلام دارند، با چی رسد که دشمنان داخلی بوده باشند یا دشمنانی، یعنی دشمنان مستتر یا دشمنان علنی و صریح، هر آنچه که دارند راجع به شبهات از اونها و نقد انتقادات نادرست و شبه افغان اونها کتاب های متعدد وجود دارد در کتابخانه عقیده، یعنی با دامنه 1500 کتاب در او هست. پس میتونن که از استفاده کنن و خود به اسلام برسانن به جای از اینکه خود کلا از دین اسلام دور کنن، خود به کفری بزرگتر خود انتقال بدن. پس از الله تبارک تعالی برای برادران خود دعای هدایت کامل میکنیم و دعاگو هستیم که الله تبارک تعالی ما را هم به هدایت نگه داشته باشد و اینها را هم توفیق بده که توحید و راه توحیدی را درست بفهمند و به جای مرتد شدن، بله، یا که انتقال از یک دایره شرکی و خرافی به دایره کفری دیگری خود به دامن اسلام و توحید و دعوت ناب اسلامی انتقال بودن تا که هم موفقیت دنیا بوده باشد و هم موفقیت آخرت. از الله تبارک تعالی بار دیگر برایشان رستگاری و توفیق هدایت کامل را میخواهیم انشاءالله. بس جناب شیخ، شاید یکی مشکل هم که این بینندگان دارن که کسانی که به این روز میفتن اینه که خیلی از چیزهای خوب در ایران فیلتره. قضیه اینترنت ایران شما شاید خبر ندارین، ولی تو ایران خیلی از سایت ها و چیزهای اسلامی و خوب که رد شبهات میده فیلتره، مثل سایت عقیده که شما بیان کردین. این در دسترس مردم عادی نیست و در حالی که خیلی سایت های عادی و ضد دین و اسلام راحت مردم میتونن ازش استفاده بکنن و فیلتر نیست. این از یه قضیه. به قضیه دیگه این که کسانی که شاید خودشون میخوان از اسلام دور بکنن به خاطر اون رفتار، اون برخورد، اون دروغایی که از علما و از آخوندهای خودشون دیدن، خب خودتون فکر بکنید که شما وقتی که میخواین از اسلام مثلا مرتد بشین یا از اسلام برین بیرون و به مسیحی و به یک آیین جدید برین، خب میرین اون آیین جدید رو مطالعه میکنین، میرین کتابشون رو میخونین، در حالی که من مطمئنم خیلی اصلا کلا قرآن رو مطالعه نکردین، یعنی قرآن رو نخوندین، چیزی که دارین ازش دور میشین اصلش رو نخوندین.
ولی میرین چیز جدید که میخواین بگیرین مطالعه میکنین و بررسی میکنین و انگار خودتون به عنوان یک مبلغ اون کیش و آیین جدید بیرون میایین. در حالی که گفتم پس وقتی که میخواین رفتار بد یک نفر که باعث شده شما را از اون دور بکنین، خب اصل رو بگیرین که شاید اصل اون قضیه خوبه، ولی کسی که داره به ما میرسونه دروغگوز و داره به ما چیزهای بد و چیزی که واقعا در این دین وجود نداره به ما داره میرسونه، خب مذهب شیعه خودش رو به اسلام منتسب میکنه، ولی خیلی از چیزهایی که میگه نه رسول الله و نه خدا و نه قرآن و کسی این حرفا رو نزده و اونها برای بازارگرمی خودشون چیزها رو درست کردن. پس انسان با فکر و با تدبر پیش بره و واقعا مطالعه بکنه که چیزی که داره چیه، بعد بره اگر چیزهای دیگه رو مطالعه بکنه خیلی بهتره و تصمیم رو میتونه بهتر بگیره. جزاکم الله خیر شیخ. بیننده بعدی باز در مورد مهدی پرسیدن که مهدی یا امام زمان کیست؟ آیا واقعیت دارد؟ که این بیننده ظاهرا از اهل سنت باشه چون از جده سوال کرده. بفهم. ظاهراً بیننده ما از اهل تشیع هست نه از اهل سنت، چون یا حتی میشه که هر دو بوده باشد. بله. چون امام زمان مصطلح خاصی است که بله. اهل تشیع داره و اهل سنت و عمومی یعنی نصوص قرآن و سنت از او خالی هست. بله. و در دایره خالی و فارغ میچرخد، چون شخصی هست که نه با وجود آمده و نه خواهد آمد. اما در موضوع اصلی مهدی، قسمی که در احادیث متعدد آمده که در مجموع از آنها به درجه یعنی احادیث حسن و به درجه صحیح میرسند و در مجموع از آنها یک یعنی شمار احادیثی درجه مشهور هستند، میاد که شخصی در آخر زمان یعنی مشخصاً پیش از خروج دجال، بله، پیش از خروج دجال ظهور میکنند، وقتی که مسلمان ها در یک وضعیت افراط تفری و گرفتگی قرار دارند، در خانه که نامشان با نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و نام پدرشان با نام پدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم توافق دارد، مسلمان ها در بین رکن و حجر الاسود یعنی پیش که خانه کعبه با او بیعت میکنند، افراد و کسان طرف مکه مکرمه هم به جنگ او میرد، ولی الله تبارک و تعالی همه اونها را نیست و نابود میکنند، بلکه خسف زمین میشوند، در زمین فرو میروند افراد از قبیله کلب و دیگرهای وجود دارد حتی از جزیره. بالاخره فتوحات اونها انتشار پیدا میکنند که بار دیگر شام و ترکیه یعنی ترکیه فعلی یا که استانبولی فعلی که قسطنطنیه بود بار دیگر دوباره زیر فتح میشه و زیر حاکمیتی این خلیفه مسلمان ها که ملقب به مهدی هست و نامش محمد و نام پدرش عبدالله از ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از نسل فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها می باشد می آید. و در عین حال در وقتی که هنوز در مسلمان ها در قسطنطنیه در حال جمع آوری غنایم می باشند، پشت سر صدا می آید که دجال ظهور کرده، بر می گردند در منطقه شام می رسند که دجال ظهور می کند، یعنی او وقت تا به حال ظهور کردن نمی باشد. بعد از او جریان مدتی که دجال در دنیا به خاطر فتنه و امتحانی ایمانداری اشخاص از طوایف بشر الله تبارک و تعالی او را یعنی الله تبارک و تعالی او را پیدا میکنه و خروج میکنه. بزرگترین فتنه دنیا در بله بزرگترین فتنه تاریخی دنیا هست که دعوای خدایی میکنه و چیزهای الله تبارک و تعالی در اختیار او هم قرار میده. تمام پیغمبران بله اما تمام پیامبران از او از نوح علیه السلام تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امتهای خود را ترساندن و برحذر داشتند. در این جریان دیگر تمام مناطق تحت تصرف و سلطه دجال و اتباعی از او می رود جز مکه و مدینه منوره که تحت حاکمیت
کیمه بوده باشد، مهدی، و الله تبارک و تعالی دروازه ای را از دجال با واسطه ملائکه و فرشتگان حفظ میکند که دوباره میآید و از اونجا پیش آمده بیرون مدینه میآید، اونجا پایین میشد ولی پیش آمده نمیتواند، چون اگر پیش آمد ملائکه ها او را میزند. ای هست مهدی که در اجریان پس دوباره دجال بر میگرده طرف شام و در اونجا میباشد که عیسی علیه السلام نزول میکند و اولین نمازی که هست به امامت مهدی عیسی علیه السلام هم ادا میکند. بعد از او یعنی حکومت انتقال میکنه به عیسی علیه السلام، با آن که یعنی مهدی مسلمان ها هنوز زنده هست، یعنی در زندگی عیسی علیه السلام اولین نماز پشت سر از او ادا میکنه و بعد از او اداره حکومت مسلمان ها انتقال میکنه به عیسی علیه السلام. و عیسی علیه السلام رفته دجال در منطقه شام بابلود اونجا قتل میکنه و متوجه میشوند به سرزمین قدس و دیگر مناطق و مجموعی که جنگ با یهود رخ میده، عیسایی های دنیا با او اسلام میارن و بسیاری از یهودی ها هم داره داخل اسلام میشن. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنون به قبل موته، هیچ یک از اهل کتاب نمی باشد مگر که الا لیؤمنون، یعنی هیچ یکی از اهل کتاب نمی باشد مگر که به پیامبر به عیسی علیه السلام قبل از مرگشان حتما ایمان میارد. اشتباه نخوانده باشم. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، یعنی تمام اینها با او ایمان میارن، تا اینهایی که مانده. افرادی که ایمان نمیارن از گروه یهودی ها، اونها به دست مسلمان ها و با واسطه عیسی علیه السلام چون هیچ نفر تسلیم نمیشون به قتل میرسن و جزیه هم چون غیر مسلمان دیگری وجود نخواهد داشت. جزیه هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که ویضعل جزیه، جزیه را هم کلا برطرف میکنه، برطرف میکنه و ختم میشود به دست عیسی علیه السلام. این هست و ای که این قضیه مهدی در از دیدگاه اهل سنت دیگه، دید از دیدگاه اهل سنت و روایت حدیثی که آمده در مجموعشان امی موضوع بیان میکنه که پایان عیسی یعنی حکومت مهدی شامل 7 سال می باشد که یکی از سالهای او تقریبا 1 سال و چندی از او در حضور داشته مرحله خروجی دجال هست تا به کشته شدن او. و در این مدت حکومت مهدی مسلمان ها هم محصور در مکه و مدینه می باشد بعد از اینکه انتشاری وسیع‌تری داشت. یکی بعد از عیسی علیه السلام مهدی محمد ابن عبدالله از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه مدت زنده میمانند راجع به این چیزی در روایات صریح نیامده. بخیر یک انسان عادیه که دنیا اومده و اینجوری نیست که دنیا میآید از تو چاه بیرون بیاد و غایبه و این قضایا دیگه اهل سنت به این چیزا اعتقاد ندارن. اون چیزی از خرافاتی هست که یعنی مثلا ما به حساب بعضی چیزهایی که در بعضی از نوشته ها هم اونا را یادآور شدیم. در اصل موضوع امام زمان و مهدی یعنی نام نهاد نزد برادران 12 امامی یکی از جمله راه حل های مرض روانی هست نزدشان. سبحان الله. چون در تاریخ تشیع وقتی کسی که بخونه از اول تا به مرحله امام زمان هر آن کسی که از اهل بیت می بود و برای با او نسبت با او اعتماد می داشتن با نام مهدی یاد می شد، یا که خیال و تصورشان می بود که فلانه مهدی فلانه یعنی کار ما و مشکلی ما از طریق او یا در دایره انتصاب با او حل می شود.
و افراد و اتباع خود همیشه چیز میدادن، یعنی بشارت میدادن، با اونها وعده میسپردن که یعنی در زمان این زمان که در این مهدی هست و در زمان این مشکلات حل میشه و مثلا الان که به نفع ما تاریخ الان بلد. مثلا الان خیلی از شیعیان اینجور اعتقاد دارن که خامنه ای کسی است که نمیدونم پرچم را به امام زمان میسپاره، یعنی در اعتقاد شیعه. خب اگه خامنه ای فردا مرد، چون الان بیمارستانیه و ظاهرا مریضش هم سخته، خب اگر خامنه ای بمیره بعد یه داستان دیگه باید درست بکنن. الان بله. اینجوری دارن، حتی من تلویزیون یه بار دیدم که احمدی نژاد نمیدونم پرچم رو تحویل امام زمان میده، احمدی نژاد دورش تموم شد، حالا میگن خامنه ای دیگه. خب به هر حال یعنی اینها آمد هر یکی وفات میکرد دامنه دیگری را میگرفتن و در پی دیگری میشدن تا به یکی از این سلسله، و در این سلسله بسیار مهدی های بیش از 30 مهدی در تاریخ تشیع گذشت و به دست هیچ یکی آنها چیزی انجام نشد. بله. و تا به یکی زمان امام حسن عسکری بله. رحمه الله فرا رسید و او هم در سن جوانی وفات کرد و فرزندی از او باقی نماند. اینجا یعنی قسمی که نوبختی در کتاب فرق خود و دیگرهای میگوین به شیعه های امامی، اون وقت 12 امامی نبود، اون وقت تنها امامی بود، چون 12 امام انحصار و 12 امام تا به حال نشده بود. امامی به 20 دسته تقسیم شدن. چیزی از اونها جعفر برادر حسن امام گرفتن، چیزی دیگرش گفت که نه حسن وفات نکرده پس دوباره زنده می شود و باز امام می باشد. چیز افراد دیگرش گفتن که حسن اصلا امام نبوده، جعفر امام بوده، که جعفر معروفه به جعفر کذاب. بله. و گروه های متعدد که یکی از اونها گفت که فرزند، یعنی مشکل به فرزند بودن او بود. اینها فرزندی برای از او تصور کردن، خیال کردن و گفتن که یعنی ما تصور میکنیم که این فرزندی داشتن. بله. و او فرزند از پیشی گویا مادرش به سرداب رفته و از اونجا بر دیگر بر نگشت. الان کی دیده؟ لازم نیست کس دیده باشه، نه در عقل، یعنی تصور ذهنی می شود که کسی بوده باشد، تصور عقلی نمی شود، عقلانی نمی شود، تصور ذهنی می شود که بوده باشه و کس ندیده باشد. در ذهن هر چی خیال بکنی می شود که خیال بکنی. خب بعد از او این مسئله 7 سال قضیه از اون معطل ماند و بعد از او ترکه از او بعد از 7 سال بکی میان فرزندایش، میان برادرایش و مادرش توزیع شد. فرزندی می بود ترکه باید فرزند می گرفت که برادرایش. خوب زندگی زمان او پوت شد دیگه. اینجا پس دوباره این کسی که به غیبت رفته و پوت شده این خیالی بوده، هرگز نمی آید و نمی مرد. این مشکلیه که هر لحظه می آمد و مهدی نامیده میشد و باز وفات میکرد و هیچ یکی از آنچه که میگفتن حاصل نمیشد، حل شد. نه هرگی، نه میآید، نه بودن، نه میآید و نه این وابستگی به او. یعنی یک مشکلی روانی را اینها خواستن که از خودشان حل بکنن. یعنی دیگر امام زمان خواهد آمد که ظاهرن قصهش هم طولانیه دیگه. بله. یعنی بیش از 1400 سال شد. بله. هنوز هم نیامد. هنوز هم نیامد و حکومت جبری شیعه سازی آمد، چنگیز آمد، در پهلوی از اونها اینها استاد شدن. بله. و ایران و جاهای دیگری از سرزمین اسلامی را جبران توسط چنگیزی ها، بله. مغول ها دیگه. بله. با تشیع اجبار ساختن، مجبور ساختن. بله. بیش از 1 قرن حتی علمای اهل سنت و دیگرها مجبور بودن که طبق دیدگاه تشیع زیر سایه حکومت چنگیزی ها خطبه ها و صحبت ها داشته باشند.
یعنی این بعد از حکومت اجباری صفوی ها آمد و باز ولایت فقیه آمد و بعد از او ولایت سیستانی آمد با همکاری و مددی امام زمان آمریکا بوش و سپس اوباما. بله. یعنی ولی امام زمانی که تن در خیالات بود هنوز در خیال است. بله. چون او برای یک حل یک مشکل روانی و استفساراتی بیشمار اتباع ساخته شده بود. بله. و در امون محدود باقی میمانه چون نه دیگر چیز عامه اهل تشیع از فقیه ها و ولی فقیه پرسان میکنه که امام زمان که رفت و چیزی حاصل نشد. بله. چگونه این یعنی از این از پاسخ پرسش محفوظ ماندن و همیشه که گفت ان شاء الله امام زمان خواهد آمد. تو خمسه که لازم هست و خمسه با ما بپرداز تا که البته از نظر خمسی هر چیز دیرتر بیاد به نفع بعضی. بله بله هر چیز که نیاید بهتر. بله. هم از اون مشکلی و سوال پاسخ به اون سوال. بله واقعا یعنی رهایی یافتن. بله. و هم جیب های خمس و جیب های پر با اونها میسر شد. ولی متاسفانه به اسم دین اسلام این قضایا داره تمام میشه. بله. منسوب به اسلام و اسلام. بله. از اون بری هست. الحمدلله. جزاکم الله خیر شیخ. بنده از اتاق فرمان میخوام که شما رو تماس بینندگان رو زیرنویس بکنن که از الان بینندگان نیز میتونن تماس بگیرن و فقط گفتم خواهش میکنم که سوالاشون اول آماده بکنن و بعد تماس بگیرن تا بتونیم سوالای زیادی بیشتری از بینندگان دریافت بکنیم. جناب استاد بیننده بعدی در مورد این پرسیدن که میخواستم بدونم چجوری از گناه توبه کنم. آقای ناظری از قزوین این سوال کرده. توبه از گناه قسمی که در آیات قرآن کریم بیان شده در یک آیت توبه عامه و در یک آیت توبه اهلی اهل علم و افراد مورد اقتدا. بله. یعنی دیگران از اونها دنبالده و اونها هستند. بله. شروط مشترکی که در اینجا هست باید از عملکرد زشت خود پشیمان شود. بله. این شرطی اساسی هست از او پشیمان بوده باشد و اظهار ندامت داشته باشد در قلب خود. دوم عزم کاملی اصلاح نفس و اصلاح عمل خود در آینده داشته باشد که از این لحظه دیگر کار زشت را برای همه ترک میکنم. و اصل قضیه توبه دیگه به این گناه بر نگرده. بله اصل توبه است که پشیمانی از عمل کرد. بله. ترکی عمل کردی زشت. بله. و تصمیم قاطع برای عدم بازگشت بیم. عدم بازگشت به او. بله. و سوم اصلاح عمل و رو آوردن به کرداری نیک. این هست در برای عامه. و اگر جزی از یعنی گناه جزی از حق تلفی افراد بوده باشد باید حق را با اونها برساند. این هست چیزی از یعنی اگر مگر ای که اعاده حق در به مشکلی بزرگتره می انجامیده باشد اونجا مسئله دیگری هست که باید که از او هم خودداری کرد. یعنی مثلا آبرو ریزی کسی بوده. بله. و او آگاه نیست که از جانب کی تجاوز بر حریم آبرو و عزت کسی بوده. لازم نیست که باید برای از او رفته یعنی بلکه یعنی درست نیست که رفته برای از او بگید که ما با فلان قریب تو فلان یعنی عزیزی تو ما این کار زشت انجام دادم. بله. پس ببخشه. بله. نه این کار زشتی دیگر است بلکه باید بر این پرده بگذاره و بله. و در آینده خود اصلاح بکنه و در اصلاح جانب دیگر هم بکوشه. آنچه که از حقوق مالی افراد بود به حدی که امکان بود باید ادا کنه با اونها ادا کنه و اگر امکان نبود برایش میتونه که از اونها عفو بخواه. اگر بخشید آمرزید درست نه آمرزید تلاش بکنه که تا حد امکان برای اونها یعنی تهیه بکنه تدارک بکنه. این هست در موضوع عامت الناس. بله. میگرده به
افراد که اهل علم هستن یا افراد مورد اقتدا، باید یک شرط اضافی به اونها است که باید بیان کنن برای افراد عامه زیر نظر خود که این مسئله اشتباه بوده و یه عمل کرد اشتباه بوده. بله. و در آینده نباید صورت بگیرن بیان بطلان عمل کرده قبلی برای اهل علم. بله. و یا بیان غلط بودن دیدگاه قبلی برای اهل علم و افراد مورد اتباع، این شرطی دیگر است برای توبه. توبه، یعنی واقعا بگه که من از کاری که انجام دادم پشیمانم و این کارهای من اشتباه بوده. بله. تا دیگران ازش پیروی نکنن از کارهای گذشته‌اش. جزاکم الله خیر شیخ. تماس بینندگان رو میگیریم. آقا حبیب الرحمن از ایران، سلام علیکم، بفرمایین. بله، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. فرمودین که مباشر پیش از اینکه دیگر صحبت رو بگم اصلی مطلب میگم، فرمودین که امام مهدی نیست. مهدی از دیدگاه اهل سنت، این توضیح دادن از این منظورشون بود مهدی از دیدگاه اهل تشیع، یعنی چیزی که اهل تشیع بهش اعتقاد دارن، چنین چیزی وجود نداره. نه، اهل سنی هستیم. بله. نه، گفتن مهدی از گفتن که امام مهدی نیست، نمیاد. نه، ایشون اینجوری نگفتن، شما نگین گفتین. گفتن در اهل سنت توضیح دادن. اگر یعنی خواهیم امام زمان دو بحث خفا متوجه نشدم. بله. بله، ما کو با واقعیا سن بازار می مهدی میگیم بخدا که. بله. بفرمایید از طرف گیرنده، یعنی از طرف تلفن صدای ما رو بشنوید گیرنده عزیز. متوجه دو بحث خفا متوجه نشدم. صحیح، ما از امام مهدی به خاطر ما با خاطر تماس نمیگیریم. بله. سوال دیگه ندارین؟ سوال ندارین؟ ظاهراً پانه شدن تموم شد. اشتباه فهمی مطلب. بله. آقا عبدالعزیز از ایران، سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. ببخشید یه سوال داشتم من جناب شیخ. بفرمایین. این است که میگن اگه آدم تقواشو ببره بالا، مثلا الله تعالی میشه گوشش، چشمش، زبانش، دستش، پاش. حالا که اونجوری میشه، یعنی مثلا الله تعالی بشه چشمش، الله تعالی مثلا چشم بصیرت دارن، آیا این امکان داره که چشم بصیرت به همون شخص بده؟ یا مثلا گوشش، گوشش و نوابش بده که مثلا بفهمن مثلا بغل دستیاش چی دارن میگن؟ بله. بعد اگه همین چیزی هست، راه رسیدن به این کمالات اینا چجوریه؟ این یه قضیه. بعد قضیه دیگه میخواستم بفهمم که این میگن صوفی یه خرافی است. اصل صوفی لطفاً واسم توضیح بدین که آیا اصل صوفی درسته یا نه. و بعد برای تزکیه نفس که میگن چهل نشینی میکنن، آب و خرما، نه یکم توضیح بدین. بعد درباره مال مشکوک و مشتبه. بله. مال مشکوک و مشتبه که مثلا ما میخواییم استفاده نکنیم، یا با قولی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن پرهیز کنیم، اگه اینجوری باشه که ما هر چی میخواییم تو این دنیا استفاده کنیم مشکوک و مشتبه میشه. مثلا ما میخواییم کار پول دست بگیریم، میخواییم بریم یه چیزی بخریم، حالا اون جنس این که میخواییم بخریم یا به قول معروف برنجی، میوهی، هر چیزی دیگه، سبزی، الان نیست چجوری تحییش بده اون جزء مال مرم که لطفا اینا واسه هم توضیح بدین. جزاکم الله خیر، الله حافظ شما. حیاکم الله، جزاکم الله خیر شما، خیلی ممنون از شما. بیننده بعدی رو بگیریم. آقا محمد از تهران، سلام علیکم، بفرمایید. آقا محمد صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. عرضم به حضور شما خدمت آقای مبارز عزیز عرض ادب دارم، امیدوارم که خداوند توفیقتون بده. سلامت باشید. من یه خواهشی ازتون داشتم. بفرمایید. که شنونده ها رو نادان محسوب نفرمایید، یعنی فکر کنید که چهار تا آدم محقق هم پای صحبت شما نشستن و دارن گوش میکنن. بله. شخصیت خودتون میره زیر سوال. بله، سوال شما، یعنی حرف شما درسته، ولی اگر از ما این چیزا رو دیدین درسته، یعنی اگر ما مردم رو نادان حساب کنیم. حالا من عرض بکنم، من میخواستم بگم که شما در صحبتاتون معاویه رو در ردیف سایر صحابه پیغمبر و حضرت علی قرار دادید
و حال اینکه معاویه جزء طلقاست. ایشون مگر تم مدت کاتب وحی بوده که شما عنوان کردید که ایشون جزء کاتبین وحی بوده؟ بنده عزیز اگر لطف کنین سوال، اگر سوالی دارین سوال مطرح بکنین، اگر سوال ندارین بله، بنده هم دیگه پشت خط هستم. بله سوالم اینه که علت حظ حی علی خیر العمل و منع صیغه توسط خلیفه ثانی چی بوده؟ چون من یک نفر شخصی هستم که در این زمینه تحقیقات فراوان می‌کردم، خواستم ببینم آیا به نتیجه درستی رسیدم یا نه. ضمن اینه که من با منع صیغه خلیفه ثانی موافقت 100% دارم. تشکر می‌کنم از شما، انشاءالله پاسخ را دریافت خواهید کرد. بیننده بعدی را بگیریم. آقا حسین از ایران، سلام علیکم، بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. همین سوالی داشتم درباره مهدی. بله بفرمایین. این مهدی که الان آقا جناب مولانا توضیح میدادن خرافاتی است، خب تا نهایت قبول شد، از نگاه اهل سنت هم مهدی وجود داره؟ باشه انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. دریافت کردن. بله. ظاهرن خیلی هنوز سوال براشون باقی مونده که انشاءالله پاسخ رو دریافت خواهید کرد. سوال دیگه هم داریم بیان عزیز؟ درد شما درد کنه. حالا سوالات دیگه داشتم. خب این یک را جواب میخواستم. انشاءالله پاسخ دریافت خواهید. تشکر میکنم از شما. درد شما درد نکنه. خیلی ممنون. بیننده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایین. شوشم بون وصال. زارن تماس قطع شده. عمر خود را غنیمت شمارید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که مردی را نصیحت می کردند خطاب به وی فرمودند: پنج چیز را پیش از رسیدن به پنج چیز غنیمت بشمار: جوانیت را قبل از پیری و تندرستیت را قبل از بیماری و توانگری را قبل از تهیدستی و فراغت را قبل از گرفتاری و زندگیت را قبل از مرگ. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمودند: من بدم می آید از انسانی که او را بیکار می بینم، نه به کار دنیا مشغول است و نه به کار آخرت. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما عزیزان. جناب دکتر، دو تا از بینندگانی که الان تماس گرفتن و سوال کردن، آقا حسین و آقا حبیب الله، سوالشون در مورد خاص مهدی از دیدگاه اهل سنت بود که گفتین خاص اینو توضیح بدین. بفرمایید. الحمدلله و الصلاه و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الی یوم الدین. راجع به مهدی نزد اهل سنت و مهدی نزد اهل تشیع صحبت مفصل تری داشتیم دیگه، و در اونجا بیان کردیم که یکی اصطلاح امام زمان هست که در سوال و برادر دیگر آمده بود. یه اصطلاح مخصوصی اهل تشیع هست و نزد اهل سنت وجود نداره. یعنی اما امام زمان از نظر اهل سنت به مهدی اطلاق نمیشه دیگه که بگن. بله امام زمان اصطلاح نیست که اهل سنت بکار ببرن. بله. اما اصطلاحی که نزد اهل سنت و مورد استفاده هست اصطلاح مهدی هست، و مهدی گفتیم که نزد اهل سنت هم نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پدرشان هم نامی پدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این دیدگاه اهل سنت. و قرب خروج دجال و نزول عیسی علیه السلام زمانش میباشد، در او زمان به او بیعت میشه و
مناطق زیادی از کشورهای اسلامی که به نحوه غصب شده یا تحت تصرف غیر مسلمان ها واقع شده و از جمله در شام هم که از با نصارا جنگ میشه و چیزهای دیگری در زمان او به وقوع میپیونده و او حکومت به در زندگی خود به عیسی علیه السلام تحویل میده و میسپاره. این بود نزدی اهل سنت و جماعت و یکی از جمله چیزهایی که مثلا در قدیم زمان محمد ابن حسن، محمد ابن عبدالله ابن حسن نفس زکیه هم یکی از این مواردی که بسیار زیاد اشتباه نزدی حتی محمد ابن عجلان و امام مالک و بعضی از اهل علم مدینه هم که ایجاد کرده بود در مهدی بودن او، علتی هم نام بودن او و پدرش با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پدری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود که نام خودش محمد و نام پدرش عبدالله بود که عالمی که از او صحنه جنگ های او جان به سلامت بود، گفت بعد از او که نامش محمد و نام پدرش عبدالله بود از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از نسل فاطمه، دیگر فریبی هیچ کسی را در ادعای مهدی بودن نمیخوره. این یکی از جمله ادله یا خفی جانم هست که نام او و نام پدرش محمد ابن عبدالله و ای در سنه 130 در زمان ابو جعفر منصور و به وقوع پیوست. این هست مهدی نزد اهل سنت. جزاکم الله خیر جناب دکتر. بیننده بعدی آقای عبدالعزیز از ایران بودن که در مورد این پرسیدن که چندین سال داشتن که سال اولشون و تقریبا توضیح هم زیاد دادن در مورد این بود که خب گفته میشه که اگر انسان تقوا داشته باشه کلا این با عبادت ها، چون که من بیاد یک حدیثی افتادم که انسان با تقوا که زیاد انجام بده خب الله یعنی گوشش میشه، دست و پاش میشه، آیا این امکان دارد؟ چون الله مثلا اگر انسان رو به انسان چشم بصیرت بده درست است. و بعد گفتن که راههای رسیدن به کمالات چیه؟ اینجا ظاهراً برادر ما اشارهشان به استدلال بعضی ها از حدیث است که در صحیح بخاری آمده و امام بخاری رحمه الله ظاهراً او را تصحیح کرده و بعضی از اهل علم بودن که انتقاد با بر بعضی الفاظ از این حدیث داشتن، نه بر اصل حدیث. منتها این حدیث در صحیح بخاری هست و در این آمده که بنده ای حدیث قدسی است که پیامبر الله تبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که الله تبارک و تعالی گفتند بنده ای ما بالاتر از فرایض به هیچ اطاعت و هیچ کاری نیکی قرب مرا به قرب ما و به من نزدیکتر شده نمیتواند، یعنی بالاتر از همه ادای فرایض هست. بعد از او ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، یعنی بعد از ادای فرایض یعنی پابندی کامل در فرایض پیوسته با نوافل قرب الله تبارک تعالی را تلاش میکند تا به این که به مرحله میرسد اکون سمعه الذي يسمع به، من چشم او میباشم که با او میبیند و گوش او که با او میشنود و پای او که با او راه میرود و دست او که با او لمس میکنه. این به همه که واضح هست و صریح هست که این شخص قبل از اینکه یعنی قبل از این مرحله هم دست داشته، بله، هم چشم داشته، هم پای داشته و هم گوش داشته، با اینها هم میشنیده و هم میدیده و راه میرفته و میگرفته. پس یقینی هست که معنای این است که الله تبارک تعالی خود او اعضای بدن شخص معاذ الله اعضای بدن شخص بوده باشه شود و جزی بدن او شود و این از دایره عقل و دایره یعنی عقلانیت و اسلامیت بیرون است. بناً بر مفهوم واضحی است که یعنی وقتی که این شخص با نوافل آنقدر قرب الله تبارک تعالی تلاش میکند که دیگر راه و وسوسه حتی وسوسه و اندکترین حرکت های خلاف شرع و خلاف رضای الله تبارک تعالی از او سرزد
نمیشود. یعنی و در ایات راهکار رسیدن به این موضوع را بیان کرده در خود حدیث که یعنی همیشه پابند کامل به فرایض الله تبارک و تعالی می باشد و بعد از او نوافل. پیوسته با عبادت های نفلی از نماز، روزه، صدقه، خدمت به اقارب و غیره تمام کارهایی که نه تنها نماز که بعضی ها تصور کردن و روزه که خیال بعضی هست، بلکه تمام طاعاتی که در اینجا هست، صله رحمی یکی از بزرگترین کارهای نیک هست، خدمت به یتیمان، ضعیفان، بینوایان. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که اگر توان نداشت کسی را در کاری خیر همکاری میکنه، کار داره و با او دستگیری میکنه و همکاری میکنه، این هم جزی از کاری خیر است که باید برای او ثوابش میرسه. پس حتی برداشتن یک چیزی که باعث اذیت مردم میشه از راه خودش، تمام این کارهای خیر است که با اینها او مقامش بالا میرسد که به حدی میرسد که هیچ نوع خیالی گناهی در ذهن او نمی باشد. پس همیش که نگاه کرد به چیزی نگاه کرد، متوجه از می باشد فرمان الله تبارک و تعالی در این قضیه چی هست. خواست که گوش خدا در کار موظف بسازه، متوجه از این می شود که باید اول حکم شریعت در او می بینه، بعد عمل بردار می شود. و وقتی که بخواهد برای کار قدم بگذاره، اولا حکم شریعت در او میبینه و بعد اقدام میکنه. یعنی هیچ نوع کار مخالف شرع در زندگی خود انجام نمیدهد که به توان و صلاحیت او بوده باشد. با این مرحله است که این انسان یعنی با کمال انجام فرایض و اطاعت و عبادت هایی که انجام داده به این روز با اطاعت به این مرحله رسیده که الله تبارک و تعالی او را از گناه ها طور کلی حفظ میکنه. یعنی چشم هم و این خودش یک نوع رسیدن به کمالاتی که ایشون سوال کرده. بله، که به درجه احسان وقتی که انسان رسید، سه درجه است: ایمان و اسلام و احسان. احسان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که انت عبد الله کانک ترا و که عبادت الله را به گونه ای انجام میدی که تو او را میبینی. اگر تو او را دیده نمیتونی، حتما او تو را میبیند. و در اسلام عبادت محصور به انجام فرائض بندگی بین بنده و الله تعالی نیست، بلکه شامل تمامی شؤون اجتماعی می شود که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید که خنده تو در روی برادر مسلمانت هم صدقه، بلکه چهره باز تو در برابر برادر مسلمانت صدقه هست. یعنی این هم یک نوع از عبادت هست، چون کاری را انجام میده که در مورد رضایت الله تبارک و تعالی باشه و بنده های الله تبارک و تعالی در محور رضایت الهی، ذات الهی خوشنود شوند. پس شامل تمام اینها می شود عبادت و تمام زندگی او در مسیر طاعت و عبادت الله تبارک و تعالی انجام می شود. اما یکی تنها خود محصور بسازه به نماز و نمازهای نفلی و روزهای نفلی و دیگر جوانب اجتماعی اسلام کاملا نادیده بگیره، یه غلط فهمی است در فهمی عبادت در اسلام و فهمی درستی طاعت و شریعت اسلامی. یعنی سوال این چیزی که شما فرمودین تقریبا به سوال دوم این شعبیرنده عزیز، یعنی آقا عبدالعزیز برمیگرده که ایشون گفتن خب یک چیز به اسم صوفی وجود داره، یعنی درباره اصل صوفی سوال کردن و گفتن که خب یک گروهی به اسم صوفی برای تزکیه نفس که خودشان را بسیار پاک بکنن و خدایی بکنن میرن چله نشینی، خلوت گزینی انتخاب میکنن و از خیلی غذاها خودشون رو دور قرار میدن. این کار چه حکمی داره؟ این کار ما در برنامه های جایگاه سنت برنامه های متعدد داشتیم که چیزهای راجع به این مسائل بیان کرده بودیم و میتونن بینندگان ما هم از طریق یوتیوب فعلا هم مشاهده کنند. در یوتیوب هم در ایران فیلتر متاسفانه. شما را آدرسی میدین تو ایران فیلتره. خب پس اینجا چیزی که هست، یعنی صوفی در مصطلح چیزهایی که دارن در مجموع مثلا خلوت نشینی ها، چهله و غیره، چیزهایی است که قسمی که الله تبارک تعالی از نصرانی ها، عیسوی ها حکایت کرده که و رهبانیتن ابتدعوها و
ما کتبناها علیهم، رهبانیت و گوشنشینی برای عبادت چیزی است که اونها را از خود بدعت گونه ایجاد کردن، ما اون را بالایشان مقرر نکرده بودیم. همچنین این چیزهایی است که اینها از خود تعیین کردن و در اکثر این مخالفی شریعت بوده، یعنی در این مثلا قضایای مراقبت و گوشنن گریسن نگه داشتن خود و جلوگیری از خوراکهای حرام، چیزی که پیامبر اکرم از خوراکهای حلال نه تنها حرام بلکه از خوراکهای حلال جلو استفاده از خوراکهای حلال که الله تبارک و تعالی حلال گردان، قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده، زینتی که الله تبارک و تعالی برای بندگان خود آفریده ظاهر ساخته، او را کی حرام گردانده حالا که در شریعت الهی حلال هست؟ پس این چیزی است که الله تبارک و تعالی ایره برای مشرکین مکه و اهل جاهلیت در قرآن کریم انکار کرده بود. همچنان پیامبر بود که اون مشرکین و حتی نصارا انجام میدادن، بله بله، چیزی بود که در زمان رسول الله وجود داشت و آیه قرآن در این قضیه هم وجود داشت، بله، این چیزهای از حلال را بر خود حرام گردانده بله. بودن. و همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعضی از صحابه کرام، احادیث صحیح است که آمده پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عارض شدن، بله، در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که ما عبادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه است؟ وقتی که شنیدن گفتن پس باید ما چندین برابر باید عبادت کنیم. یکی اونها گفت که ما در زندگی خود هرگز گوشت استفاده نمی‌کنم، بله، و دیگری یعنی خوراک های لذت بخش، بله، و همیشه عمر خود به عبادت الله تبارک و تعالی مصرف صرف میکنم. دیگری گفت من همیشه شب ها نماز میخوانم هیچ خواب نمیشم. دیگری گفت همیشه روزها روزه میگیرم هیچ بدون روزه باقی نمیمانم. دیگری گفت اصلا ما یعنی تابع عزیز که اصلا با زنها ازدواج نمیکنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از آگاه شد مردم جمع آوری کرد، گفت چی شده که افراد هستن راه و روشی را برای خود انتخاب میکنن که در دین ما در روش ما نیست، ما او را نپسندیدم. ما در زندگی خود هم نماز میخوانم و هم قسمتی از شب خواب میشم، قسمت نماز هم قسمت خواب میشم، روزهای روزه میگیرم و روزهای بدون روزه میباشم و از گوشت و مال خوراک حلال استفاده میکنم. بله. و اکل لحم گوشت هم میخورم. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گوشتی بریان و انواع مختلفی از گوشت ها استفاده میکردن و بسیار خوراکی مورد پسند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گوشت بود، یک از جمله خوراک های سبزیجات و انواع مختلفی، و حتی در یک دسترخوان چندین یعنی چند نوع غذای که در دسترس بود در یافت بود استفاده کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعضیات ابو نعیم اصفهانی رحمه الله در کتاب طب خود وقتی که شماره از این چیزها را بیان میکنه، می تعلیق در یکی از اونها می نویسه که پس این بیانگری است که هیچ یکی از احادیث که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده برای امت بدون فایده نیست، تا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گوشت بریان استفاده میکرد. ای از این مسئله است که کسانی که از استفاده گوشتی بریان و خوراک های لذت بخش خودداری میکنن، اونها مخالفی رسول الله صلی الله علیه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستند و این فایده ای احادیث است. ما اگر بعضی از نادان های هست وقتی که حدیث میخوانم میگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این چیز خورده، بله، چی فایده داره؟ یعنی این حدیث است، حتی بعضی، اما او غافل از این هست که در این حدیث حکم و اصلاحی روند هست که به اشتباه مخالفت این حدیث و مخالفت این راه را راهی رسیدن به الله تبارک و تعالی فهمیدن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه ماست، یعنی بله، الگوی ما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم. بله، پس وقتی که او استفاده کرده، بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم در ادامه این حدیث میگویند و انا اتقاکم لله و اخشاکم، بله، ما با تقواترین شما در برابر الله تبارک و تعالی و ترسنده ترین تان از الله تبارک و تعالی هستم و من این چیزها را استفاده میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کس که از راه و روش ما بی رغبتی اختیار کرد، راه و روش ما را گذاشته، دیگر راهی را انتخاب کرد،
برای عبادت خود فلیس منی از جمله پیروان من نیست. پس این راه روشی که انتخاب شده مخالفی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و هر خیر در آن چیزی است که مطابق روش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده باشد و هر آن چی مخالف او بود اشتباه و دور از دایره خیر و درست است. جزاکم الله خیر شیخ، واقعا لب مطلب را در این قضیه رسوندیم. سال بعدی ایشون در مورد این بود که قضیه دوری از شبهه بود که خیلی از چیزها شبهه درش وجود داره و ما هم امر شدیم که از شبهات دوری بکنیم، به خاطر دوری که یعنی نزدیک شدن به شبهه خود به خود انسان را به حرام وارد میکنه. خب در این دنیا میگه خیلی چیزها، به خصوص دنیایی که پیشرفت کرده، خیلی چیزها مشکوک است و اینکه آیا واقعا این کار، این چیزهایی که هست، تجارت، خرید و فروش هایی که انسان انجام میده، آیا واقعا درش شبهه وجود داره یا نه؟ انسان باید چه کار بکنه برای دوری از شبهه در جهان امروزی؟ شبهه در اینجا دو مورد مشترک یا قریب المفهوم هست. بله. یکی شبهه، یکی شبهه پرست پیروی از شبهات، یکی بله. شکگرایی. بله. دو با هم نزدیک است. یعنی در شریعت اسلامی با پرهیز از شبهات موارد قابل اشتباه در درست بودن و نادرست بودن و در حرام بودنشان حکم شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که اتقوا الشبهات، از شبهات خودداری کنید، دوری بجوید. فمن اتقى الشبهات فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. کسی که در شبهات واقع شد، مواردی که یعنی مدخل برای حرام هست و در حرام بودن اونها و نبودنش شبهه است، یعنی مورد شک است که باید حرام بوده باشه، کسی که در او واقع شد راه برای واقع شدن در حرام برش آسان میسازه، یک مدخل است برای از او. یعنی قسمی که بعضی های از گذشته به طور اشتباه میگفتن که عشق یا محبت حرام نیست. بعضی ها هنوز هم میگوین عشق حرام، حالا که عشق به یعنی عشق از طریق راه های نامشروع که صورت میگیره، بر روابط نامشروع، بالاخره به زنا و عمل کرده های نامشروع میکشانه. پس این مورد شبهه است، این محبتی که تو تصور کرده و این علاقه، روابط عشقی یا روابط پاکی که به خیال کرده، چون باعثی کشاندن به مورد حرام قطعی میشود، به یقین بودن که این هم نادرست است و مدخلی شیطانی برای کشاندن تو به حرام. این هست مورد شبهه که باید که شبهات از او پرهیز شود. و این به این معنی نیست که انسان در زندگی خود به اساس شک در تمامی چیز پیش برود، چون این یک مرض هست، یکی از بیماری های نفسی و روانی هست که ولی وسوسه هست و از وسوسه در سوره قل اعوذ برب الناس هست و در تمامی سوره از وسوسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پناه خواسته و با پناه خواستن از وسوسه حکم داده، حتی که درباره وضو مثلا در نماز کسی به او وسوسه پیش می شود که وضو باقی هست یا که شکست. بله. حالا که اون چیز نیست، یک شکی در او به او پیش شده. بله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه به هیچ اعتباره نده تا با وقتی که متیقینا بوی نمیشنه و یا بوی به مشامی اونه میرسه یا یکی آواز نمیشنه و نماز خود ترک نکنه به اساس یک شک و تردد ذهنی که به او پیش میشود. این مورد است که یعنی در دایره شک و تردد خیالی و وهم و خیال بوده باشد، انسان او را جزی از شبهات حساب نکنند. موضوع و اعتبار شرعی ندارد. اعتبار شرعی وقتی هست که در مسئله یعنی وجه تحقق از او
یقینی هست و تحققش یقینی هست و وقوع پیوندیش و حالتش واضح هست، اما مورد شبهه است که این درست هست یا درست نیست. از راه مشروع به دست آمده یا از راه غیر مشروع؟ غیر مشروع. اگر متقین بود که از راه غیر مشروع باشه باید از او حتمی پرهیز کنه. اگر مشکوک بود و شبهه در اونجا یعنی بالاتر از 50-60% بالاش شبهه است که این راه نامشروع باشه باید از او پرهیز کنه. نه. اما در صورتی که تنها در دایره شکی ذهنی هست این قابل اعتبار، یعنی شکی که در دایره وسوسه هست قابل اعتبار نیست و انسان از معاملات منع نمی‌سازه. این چیزی هست در دایره شک. و ما یک چیز دیگری که شاید برگشت سوال برادر ما بوده باشه، مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام در زمان او با یهودی ها تعامل داشتن، تعامل تجارتی با نصارایی که از شام می آمد تعامل تجارتی داشتن، حتی ای که یک سال قبل پول گندم با اونها می پرداختن، در این تجارتشان می پرداختن، بار دیگر که بر می گشت گندم با اونها می آورد که به نام بیع سلم یاد می شود. یعنی پرداختش پیش است و جنس بعد چیزی از موارد است که در اونها نسیه در او اجازه داده شده. ای وجود داشت جانب مقابل از جمله نصارا بود. بله. و ممکن که اونها مخالفت شرعی در تعاملات خودشان داشته باشند. بله. اما مهم است که انسان مسلمان در تعامل خودش با او افراد و در معامله ای که فعلا داره بین هر دو هست در این موردی غیر شرعی نبوده باشد و در خودی ای و در تجارت تعامل اینها، ای که او پشتی سر با کسی دیگر تجارت نامشروعی دارد یا که شبهه است که کار خلافی داشته باشد، ای یعنی معتبر در تعاملاتی که در صدر اسلام و در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود شناخته نشد. ورنه مسلمان ها اصلا مکه و مدینه سرزمینی آنقدر کشت خیزه نبود و خزایشان از اون جمعی آمد، حتی لباسشان و صیف دیگه در اینجا، بله حتی لباسشان از اون جمعی آمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم لباس های از ساخت کفار پوشیدن، از یمن، از مصر، از شام و از دیگر جاهای بوده و تمام از اون در جانب یکی از جانب تعامل بالاخره اگر دستی اول نه دستی دو حتما غیر مسلمان بوده و احتمال داره که او یعنی احتمال داره که او موارد نامشروعی در تعاملات خود اگر در تعاملات در تعامل دیگرش داشته باشه. اما این احتمال در تعاملات یعنی تجارتی و اجتماعی شریعت اسلامی و مسلمان ها با غیری مسلمان ها این احتمال ها را دین در نظر نگرفته، دین اعتبار نداده و در نظر نگرفته. مهم است که در تعامل خودت با جانب دیگر یعنی جهت نامشروع و عمل کرد نامشروع نبوده باشد. واقعا جزاکم الله خیر شیخ خاطر این توضیحات متین و خوبی که دادین. بیننده بعدی آقا محمد از تهران بودن که نمیدونم منظورشون چی بود، ولی خب میگفتن که شما بینندگان را بی سواد یا انسانهای نادان فرض میکنید، در حالی که ما برای بینندگان قرآن جلو رومونه و قرآن میخونیم و از احادیث میگیم، یعنی چیزی نیست که نشونه بی سوادی و جاهل بودن مردم باشه. اگر خوندن قرآن و احادیث برای مردم نشانه جاهل بودن، خدا میدونه ایشون چه ادعایی برای خودشون دارن. و سوالشون این بود که چرا حضرت علی در اذان حی علی الخیر العمل را حذف کردن و همچنین چرا صیغه را ممنوع کردن؟ اولا حضرت عمر باشین، حضرت علی بله، اولا اینجا جای یعنی سپاس هست برای ما، الله تعالی را سپاس گذاریم که یعنی ای افراد از جامعه آخوندی نه از جامعه عامه تشیع دوازده امامی اینها را مجبور ساخته و اینها را به این میز کشانده که بیایند و چیزهای از حق هم بشنوند تا چیزهایی که از باطل داشتن تنها در اون محور نمانند. و امیدوار هستیم که الله تبارک و تعالی آهسته آهسته در یک مرحله نه در مرحله بعدی و در بعد از چندین مرحله و اینها توفیق نصیب کنه و این هم جزی از
فتح الهی میدانیم و موفقیت های الهی که الله تبارک تعالی را بارها و بارها سپاس گذاریم که یعنی این صدای حق به گوش نه تنها عوام و عامه مسلمان ها بلکه به گوش محققین از جامعه آخوندی دوازده امامی و ولایت فقیه که جامعه دیگری از آخوندی که اونها را جا بفکرم فرقه دجالیه و غیره مینامن. بله خودشون هم دیگه قبول ندارن. بله چون ولایت فقیه چیزیست که ایجاد کرده خمینی هست روح الله خمینی و سیستانی و دیگرهای او را نمیپذیرن. پس اینهایی که نمیپذیرن میگه که این بدعت است در بدعت دجالی در خود مذهب شیعه دیگه. بله در خود مذهب شیعه. خب به هر حال این مسئله داخلیشان است، اما ما سپاسگزاریم الله تبارک تعالی را که این افراد کشانده به پای میز و به پای تلویزیون هایی که صدای حق بیان میکنند تا اینکه به گوش های اینها هم حق برسه و گاه هم که از طریق ما به افراد نرسیده بود از طریق اینها هم چیزهای به سمع دیگر را برسه، اگر چه در مورد نقدی هم که باشد باز هم متوجه میسازد که اینها اینجا زبان حق هم هست خارج از دایره محدود ساخته ای که برای ما از جانب نظام ولایت تعیین شده. باید به پای او ما هم بنشینیم قسمی که بله آخوندها نشستن. پس این هم جای خیلی مسرت هست و به امو اساس ما در عمومی چیزهایی که طرح میکنیم چون اینها را سطح علمی محققین هم در نظر گرفته نقد علمی با اونها ارائه میکنیم و چیز ادله از قرآن و از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و چون برای اینکه ذهن اینها باز شود ادله عقلی هم و ذهن باز کن هم برایشان عرض میکنیم که انشاءالله رحمان به آخوند موارد مفید برایش بوده باشه در برنامه و در تشریحاتی که راجع به امام زمان و دیگرها بود. لذا اگر آخوند مورد یعنی آخوند اگر مورد قابل اعتراض می دیدن از قضیه امام زمان و چیزهایی که بود باید از او دفاع میکرد و مورد استدلالی و تحقیقی می داشتن چون او پایه دینشان هست و بالاخره ما به این نتیجه رسیدیم که آخوند هم در اینجا در اصل دین خود قسمی که ما گفتیم که اساس نداره او هم مقتنی هست در اصل درونی خود و در برداشته های عقلی و ذهنی خود که این امام چیزه امام زمان وجود خارجی نداشته و برای حل یک مشکلی روانی و مشکلی اقتصادی آخوندها تنظیم شده، هم مشکلی روانی و هم مشکلی اقتصادی و هم پاسخگویی همیشه عوام اهل تشیع که این امام مهدی که میگفته این رفت و چیزه باید فیلان هم تشریف نیاره دیگه. پس به یک کسی وابسته کردن مرد عوام را که نه آمده و نه خواهد آمد و نه این سوال دوباره پیش خواهد شد بلد. چون هر بار که گفتن که او غایب است و می آید تا بار او چیزی که با او دل بسته. پس این هم جایی بسیار مسرت و خوش آیند هست که آخوند یعنی این مواردی که جدی ما مطرح کرده بودیم و از اساسات به اساسات مذهب دوازده امامی برمیگشت موارد قابل قناعت و موارد اقتناع آخوند بوده الله تبارک تعالی اونها را چیز بکنه. لذا سوال جانبی رفتن بله. نه در اصل چون یعنی متع از موارد فقهی هست نه موارد ریشه عقیدتی و باید که اگر چیزی می داشتن از اصل امامت که اصل یکی از اصول دین هست بلکه شاید در نزد بسیاری های از اونها از اصل محوری اصل دین هست نزدشان از او دفاع میکرد و چیزهای و مهدی هم که از در امامت مهدی هم ریشه اصلی امامت هست بله. از او دفاع میکرد و برای از او استدلال میکرد تا که
سوال حیا علی خیر العمل میکنه دیگه. بله و حیا علی خیر العمل خودش هم میدونه آخوند که اگر تحقیق کرده باشد، ما ظاهرا تحقیقش هم تو چیز بوده بله. یعنی نارسا بوده، حالا اگر تحقیق کرده باشد حیا علی خیر العمل در زمان اول نبود، در قرن اول و دو و سه نبود، حتی در زمان خلافت علی رضی الله تعالی عنه هم نبود، وجود نداشت و چیزی از اون نیامده، بلکه اولین بار در زمان حکومت بنی بوی بنی آل بوی در بغداد و جاهای دیگر از طرف بعضی از منتسبین به مکتب تشیع ایجاد شد و برای بار اول این اضافه در اذان و بعدها در از طرف فاطمی های مصر که اسماعیل مشرب بودن بله. و ما مطالب راجع به اسماعیل در برنامه های دیگر داشتیم، اونها ای را اضافه کردن. فعلا چون وقت نمونده زیاد، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم دیگه، باید بله درست میکنیم. و موضوع ما صیغه هم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله منع شده بود و او را پیام علی رضی الله تعالی عنه از علی رضی الله تعالی عنه فرزندشان محمد ابن حسن و بله. از اونها هر دو فرزندشان عبدالله و حسن مسنا بله. عبداللهی که پدر محمد ابن عبدالله نفس زکی است که پیشتر یادآور شده بودیم بله. اینها روایت کردن و روایت با اونها هم در کتاب های اهل سنت است و هم در کتاب های اهل تشیع که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از اینکه اجازه داشت در حیاتشان در خیبر و بعد از او بله. طوری کلی ایرا منع کردن، قسمی که گوشتی خر حرام شد و هر دوشان در یک حادثه و راویش هم جلوی که خود بله. علی باید علی رضی الله تعالی عنه است و این در کتاب های اهل سنت هم است و در کتاب های اهل تشیع تنها افراد بیخبر مانده بودن و افراد با اونها اطلاع نرسیده بود یا توجهی نداشتن. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که علی رضی الله عنه یکی از خاص‌ترین مشاورین او بود بله. که حتی در بسیار موارد یعنی جدی مشاورین خاصی او بود، این موضوع را جدی گرفتن و در تطبیق اجتماعی از او بله. جدی پیش رفتن که هر آن کس که در به فکر اجازه قبلی بله. حرکت انجام میدهد ما او را نادیده نمیگیریم و این باید جدی جلوگیری شود. آنچه که در او زمان منع شده بود عمر فاروق رضی الله تعالی عنه در تطبیق اجتماعی قانونی او جدی گرفتن بله. و مسلم یعنی چیزی که واقعا رسول الله بله. منع کرده بود عملا علی رضی الله تعالی عنه روایت کرد و عمر اجرا کرد. عمر علی رضی الله عنه روایت کرد بله. عمر اون را اجرا کرد، جدی اجرا کرد بله. ای بود و فکر کنم ایشون چون که دلیل نیو پیدا نکردن گفتن حتما حضرت عمر اومده این رو حذف کرده دیگه، چون که وجود نداره ده. حتی در کتابای خودشون هم شنیدم که این اضافات اذان وجود نداره، ولی این حرفا رو میزنن. تشکر میکنم از شما، خسته نباشین جناب شیخ. از بینندگان عزیز نیست تشکر میکنم که و عذر میخوام که وقت شما وقت ایشون رو گرفتم و انشالله تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.